در جلسه رسمی پارلمان اروپا در استراسبورگ، شماری از نمایندگان از گروه‌های مختلف پارلمانی در دفاع از تصویب قطعنامه محکومیت رژیم آخوندی به خاطر نقض حقوق بشر و اعدام نوجوانان، ضمن محکوم کردن سیاست مماشات اتحادیه اروپا با فاشیسم مذهبی، خواستار حذف بلادرنگ نام سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست تروریستی اتحادیه اروپا شدند. دکتر ماریوس ماتساکیس، نماینده پارلمان اروپا از قبرس، از گروه اتحاد لیبرال ها و دموکرات های اروپایی گفت فعالیت های وحشیانه رژیم دیکتاتوری مذهبی ملاها علیه مردم ایران کاملا برای ما شناخته شده است و موضوع قطعنامه های قبلی این پارلمان بوده است. این رژیم به ادعای خودش با نام خدا سهمگین‌ترین جنایات را به صورت سیستماتیک علیه شهروندان بیگناه اعمال می کند. مقاومت در ایران البته که کار بسیار دشواری است و با خطر مرگ همراه است. در خارج ایران، ایرانیان در تلاش برای مبارزه برای یک تغییر دموکراتیک در کشورشان هستند. یکی از نمونه های این افراد آنهایی هستند که به سازمان مجاهدین خلق ایران تعلق دارند. با این حال اتحادیه اروپا این سازمان را در لیست سازمان های تروریستی گذاشته است و تا همین چند وقت پیش حاضر به تصحیح این اشتباه نبود، حتی بعد از احکام دادگاه های ذی‌صلاح اروپایی. سؤال من از آقای کمیسیونر این است که چرا جنبش مقاومت ایران از همان ابتدا در لیست تروریستی قرار گرفت؟ آیا این به این خاطر بود که برخی کشورهای عضو و یا یکی از آنها روابط و قراردادهای پرمنفعت تجاری با ایران داشتند و می‌خواستند این گونه از رژیم تهران استمالت کنند؟ is known to commit in the name of God, they claim, systematic and despicable crimes against innocent civilians. Resistance in Iran is extremely difficult and fraught with the risk of death. Outside the country, Iranian civilians are struggling to fight for a democratic change in their country. An example of such people are those belonging to the entirely non-violent PMOI organization. فعال قزاقان نماینده سوسیالیست پارلمان اروپا از پرتغال و رئیس مشترک کمیته دوستان ایران آزاد گفت علت اینکه امروز اینجا جمع شده ایم این است که در ایران نقض سیستماتیک حقوق بشر همچنان ادامه دارد و این یک موضوع اساسی و بنیادین است. آنچه رژیم در این زمینه انجام می‌دهد در واقع نوعی از تروریسم است. وقتی به رفتار مقام‌های اتحادیه اروپا نگاه می‌کنیم این سوال پیش می‌آید که چرا ما وارد مذاکرات با رژیم تروریستی حاکم بر ایران بشویم و بعد همانطور که آقای ماتساکیس اشاره کردند سازمان هایی را که در مقابل آن ایستاده اند مانند سازمان مجاهدین خلق ایران به تروریسم متهم کنیم؟ ما به جای محکوم کردن این جنایات وارد قراردادهای اقتصادی با رژیم تروریستی میشویم. این یک کار غیر اخلاقی و غیر قابل دفاع است. این همان سیاست زشت و عریان اتحادیه اروپا است. این سیاست ما را به یک درگیری هولناک خواهد کشاند مگر اینکه آن را به چالش بکشیم. لذا من همینجا کمیسیون اروپا و شورای وزیران را فرا می‌خوانم تا تغییرات جدی و بنیادین در رابطه با سیاست خود درباره ایران انجام دهند. ما باید از احکام دادگاه‌های خودمان تبعیت کنیم، نه اینکه تروریسم افسار گسیخته رژیم ایران را تحمل کنیم. دکتر یانوش اونسکویچ، نایب رئیس کمیسیون خارجی پارلمان اروپا از لهستان، از گروه اتحاد لیبرال ها و دموکرات های اروپایی،
در جلسه رسمی پارلمان اروپا گفت ما در مورد مجازات اعدام و اعدام جوانان و کودکان زیر 18 سال صحبت می‌کنیم. این اولین بار نیست که ما این گونه رفتار رژیم ایران را محکوم می‌کنیم. متاسفانه کشورهای دیگری هم در جهان هستند که افراد را به اعدام محکوم می‌کنند و آن را به اجرا می‌گذارند. ولی از ماه مارس امسال دو سوم همه اعدام هایی که به مرحله اجرا در آمده در ایران رخ داده است. این شوکه کننده است. اگر که ما می خواهیم به حکومت قانون و آزادی های پایه‌ای خودمان احترام بگذاریم، می باید اول یک زبان قاطع تری به کار ببریم. با توجه به این موارد و همچنین برای احترام به حکومت قانون، می باید نام سازمان مجاهدین نیز از لیست تروریستی اتحادیه اروپا حذف شود. تونی کلام رئیس هیئت استونی در گروه حزب مردم اروپایی دموکرات مسیحی در پارلمان اروپا و عضو سوکمیسیون دفاع و امنیت با اشاره به اعدام نوجوانان توسط رژیم آخوندی گفت رژیم تهران رتبه اول جهانی را در تعداد اعدام نوجوانان کسب کرده است. لذا ما با شدیدترین لحن از رژیم ایران می خواهیم که این رفتار را پایان دهد. و خطاب به شما آقای رئیس کمیسیون، البته راه‌های خیلی عملی‌تری هم برای این کار وجود دارد که می‌توانیم انجام دهیم. ما می‌توانیم دست‌های جنبش اپوزیسیون دموکراتیک ایران شورای ملی مقاومت را باز کنیم تا یک بار و برای همیشه همه را از شر این دیکتاتوری ضد انسانی خلاص کند. There's more practical things we can do. We can finally free the hands of the Iranian Democratic Opposition, the Council of National Resistance, to get rid of this inhuman dictatorship finally. فیلیپ بوشیل ماتیوس، رهبر محافظه‌کاران هیئت انگلستان در پارلمان اروپا گفت آقای ماتساکیس بحث امروز را با یک سؤالی آغاز کردند که می‌خواستند بدانند آیا کشوری بود که مسئول تشویق کل اتحادیه اروپا برای ممنوع کردن سازمان مجاهدین باشد؟ من می توانم این سوال را پاسخ دهم. این کار انگلیس بود. علت این که دولت انگلیس این کار را کرد، این بود که دولت ایران این درخواست را کرده بود. من تأکید دارم که صدای مردم ایران با این گونه اقدامات در هیچ کجای دنیا شنیده نمی شود. دولت انگلستان بیش از حد تصور جزئی از این مشکل بوده است. حال زمان آن رسیده است که به بخشی از راه حل تبدیل شود. I will also insist that the voice of the people of Iran cannot be heard anywhere throughout Europe. I call upon the UK government when they vote in Westminster next week to ensure that they remove the ban in accordance with the EU court ruling. For too long the UK government has been part of the problem. It needs to become part of the solution. Thank you. مایکل کشمن نماینده سوسیالیست پارلمان اروپا از حزب کارگر انگلستان گفت من نقض حقوق بشری را که روزانه در ایران رخ می‌دهد همیشه محکوم کردم. من همچنین اعتقاد دارم که می‌باید ممنوعیت از روی سازمان مجاهدین خلق ایران برداشته شود و این کار باید هرچه زودتر انجام گیرد. ما نیاز به تغییرات بنیادین در سیاستمان در رابطه با ایران داریم. ما نمی‌توانیم فقط بنشینیم و منتظر باشیم. دیگر زمانی باقی نمانده است. I condemn the human rights abuses that occur daily in Iran. I believe also we should lift the ban on the people's mujahideen and we should do that as soon as possible.